به دنبال تجاوزات متعدد مرزی هواپیماها و نیروهای زمینی عراق به مرزهای کشور ما در شهریور ماه 59، در یکی از ماموریت‌هایی که ما مسئولیت پوشش هوایی مناطق مرزی رو داشتیم، من به اتفاق آقای سلطانی، قاسم سلطانی، در شمال اگر اشتباه نکنم همدان مشغول پرواز بودیم. خب هواپیماهای مختلف میمدن، هواپیماهای عراقی در نقاط مختلف میمدن که به مرز ما نزدیک بشن، با حضور ما میرفتن و این کار ادامه داشت تا اینکه رادار آبدانان اعلام کرد که دو فروند هواپیما اومدن رو مهران و دارن مهران رو بمباران میکنن. سری ما رو از منطقه که بودیم فراخون به طرف مهران و ما اومدیم به طرف مهران. و زمانی من رسیدم رو مهران که درست پشت یکی از این هواپیما قرار گرفتم که داشت میرفت برای زدن بمب بعدیش. فاصلمون در حدود 11 مایل بود. موقعیت بود که من سرعتم بالاتر از سرعتم بود، حدود 220 نات سرعت من بیشتر از سرعتی که بود اون داشت و اوورتیک داشتم. همه چی آماده بود و قبل از اینکه اون بمبش رو بزنه من مجبور بودم هواپیما مورد حسابات قرار بدم که ما موشکمون رو فایر کردیم، شلیک کردیم و N54 یا فینیکس موشک قدرتمند هوا به هوا است که با رادار هواپیمای F14 هدایت می شود. هر F14 می تواند 6 موشک فینیکس حمل کند. برد این موشک در شرایط ایدئال شلیک 112 کیلومتر است. اما خلبانان ایرانی برای اطمینان بیشتر از برخورد موشک با هدف در اکثر موارد آن را از فاصله 40 تا 50 کیلومتری به هدف شلیک می کنند. موشک مستقیماً به دنبال هدف نمی رود، بلکه مسیر احتمالی گذر آن را محاسبه کرده و به سمت آن جا می رود. از این رو فرار از دست آن بسیار مشکل است. بعد از چند صدم ثانیه، چون فاصله زیاد دور نبود، من اون آتش رو دیدم. دستگه کرموشا، یکی خلبان F5 بود که مسئول دستگه بود در اونجا، اطلاع داد که لاشه هواپیما رو